دیشب یه اتفاقی افتاد که من دوست دارم این اتفاق رو با شما به اشتراک بذارم اتفاقی که افتاد دیشب این صحنه است که دارید میبینید این چیه؟ این صحنه چیه؟ هفتاد و چهار یهودی فرانسوی جذب کشور اسرائیل شدن یعنی در تمام این مدتی که جمهوری اسلامی و بالاخره کسانی که دوست دارن اونجور که دلشون میخواد جنگو ببینن میگن آقا ما مزاحمت ایجاد میکنیم زنگ خونه اسرائیلیا رو میزنیم فرار میکنیم یا مثلا چه میدونیم آقای نصرالله میگفت دیگه میگفت آقا ما راکت میزنیم مهم نیست که بخوره مهم اینه که صدای آجیر در میاد و این مردم خسته بشن و اونجا مهاجرت معکوس رخ بده یا دید دیدید دیگه چرا این وحید خذاب مذاب و اینا خیلی راحت میگو میگفتش که این که ما فقط بتونیم اونجا مزاحمت ایجاد کنیم شب اینا که از صبح سر کار هستن بیان خوابشون به پر ساعت 12 نیم یک شب مجبور بشن برن در پناهگاه اینا میرن به سمت مهاجرت معکوس و من صد بار به این احمقا گفتم که یا شما اسرائیل رو نمیشناسید یا یهودی رو نمیشناسی یا تاریخشون رو نمیشناسی و یا اصلا به وجود اومدن ما معقوله به نام اسرائیل رو درکی نداری این اسرائیل به وجود اومده به خاطر ترس از اتفاقا دگری چون اینا اعتقاد دارن که دگری ها ما را در طول تاریخ اذیت کردن جایی نداریم بریم و ما مجبوریم که این کشور را داشته باشیم یعنی برای ترس از تنها بودن در کشورهای دیگر و مورد تبعیض قرار گرفتن اینا این کشور را چیز کردن شکل داره من نمیگم این روایت یهودیا درسته یا غلطه من میگم روایت یهودی اینه حالا شما میتونی بگی آقا نه بر اساس تاریخی یهودی دروغ میگه یا راست میگه اصلا برای من مهم نیست راست میگه یا دروغ میگه برای من اینجا این مهمه که تاسیس کشور اسرائیل بابت ترس از دیگری است حالا شما اومدی مزاحمت ایجاد میکنی انتظار داری اینا مهاجرت معکوس کنن اینجوری نیست دیشب هفتاد و چهار تا ای و این یک نمونه یه یعنی از این موارد ما تو همین چهارده ماه گذشته بارها داشتیم که بخش قابل توجهی از یهودیا در دنیا تصمیم میگیرن که آقا برن اونجا زندگی کنن و دیشب در وسط این جنگ 74 یهودی خونه خودشون و زندگی خودشون رو در فرانسه برای همیشه رها میکنند و به همراه وزیر مهاجرت اسرائیل میان در کشور اسرائیل و مراسم هم اجرا میشه و میان در کشور اسرائیل که اونجا سکونت کنن و اینم جشنیه که لحظه ای که اومدن در ترمینال دارم براشون جشن میگیرن خب این واقعیت میبینی چه جشنی هم در همه با خوشحالی خنده فلان در, چه زمانی در زمان بمباره من امروز یک سوالی رو ترک کردم دوست دارم امشب اینجا ترک کنم و قبل از که وارد برنامه بشیم برای که بچه مذهبی ها رو میخوام یه مقدار اخواب قفلت بیدار کنم که اینا تو توهمن متاسفانه این سوال البته تر میکنم سوالی که میخوام تر کنم همزمان که دارم تر میکنم میخوام شما هم نظر نظرسنجی میذارم بگید آیا در این شرایط حاضر هستید به اسرائیل مهاجرت کنید مهاجرت خب بذار من این سوال اینجوری تر کنم قبل از اینکه اینو الان بذارم بعدش چیز میکنم دکمه میزنم سوال اینه مشخصا سوال اینه در شرایطی که جنگ در اسرائیل ولی قیمت دلار و ارز ایران هی hey, داره قیمت دلار در ایران میره بالا و ارز ایران داره بی در میشه قیمت ها داره جابجا جا میشه جنگ در اسرائیل ولی مردم ایران بی برقی دارن میکشن جنگ در اسرائیل ولی میبینید که مردم ایران در خیابون ها هر روز انگار میدان جنگ است بابت دزدی ها و غیره و غیره و البته خب یک بخش گسترده ای از بزهکارانی که مهاجرت هم کردن اومدن ایران حالا در قالب افغانستانیایی که اومدن داری وضعیت رو میبینید و در شرایطی که زنان و مردان در اسرائیل راحت و آزادانه میتونن با پوشش خودشون بگردن ما در ایران داریم میبینیم که گشت ارشاد و فلان و تازه الان دیگه کلینیک ترک بیهجابی و این مسخره بازی در این شرایطی که اسرائیل داره میجنگه شما حاضرید به اسرائیل اگر بهتون بگن پاسپورت بهتون میدیم و شما تا یک ماه آینده میتونید در حیفا یا در تلاویو یا یکی در شهرهای اسرائیل به حال سکونت کنید آیا حاضرید پاسپورت اسرائیلی بگیرید و برید در اسرائیل زندگی کنید من امروز این نظرسنجی رو در جاهای مختلف گذاشتم در اینستاگرام که گذاشتم آمار جالبی داره در اینستاگرام بهتون بگم تا این لحظه که این نظرسنجی رو من گذاشتم تعدادی که جواب دادن برام جا 65 درصد گفتن بله ولته این 65 درصد نزدیک به 2000 خورده ای نفر میشن و 35 درصد گفتن نه ما نمیریم اسرائیل و این 35 درصد شامل در حقیقت 1000 خورده ای میشن خب این یه نکته خیلی مهمیه 65 درصد در نظر سنجی من گفتن ما حاضری بریم اسرائیل این فاجعه است برای یک کشوری که شما این هم تازه جنگه ببینید اسرائیل تو جنگه در این شرایط مردم حاضرن برن در اسرائیل زندگی کنن آی وعید خزا قربونتون برم علی علیزاده فدای تو بشم عزیزم باشم. بشم بینا موسا، موسی هاروم لقما زنا زاده چرت پرت نگید آی مهاجرت با این با این شعارهایی که خودتون رو انگولک میکنید چهار تا فش فشه بزنید سمت اسرائیل و غیره و انتظار داشته باشید اونا مهاجرت معکوس بکنن بهتون میگیم دستاورد حزب الله چیست دستاورد حماس چیست میگید ناامنی داریم ایجاد میکنیم که اسرائیلیا مهاجرت معکوس کنن پس ما اینا رو از کجا میاریم من یک بار دیگه این ویدیوی خوشحالی مردم اسرائیل که 74 نفر رو تونستن از یهودیای فرانسه رو جذب کردن بهتون نشون میدم تازه من تو این نظرسنجی که گذاشتم خیلیها کامنت داده بودن گفته بدن به خدا ما حاضریم حتی بریم اونجا به خاطر زن و بچه‌مون که راحت زندگی کنن بریم در ارتش اسرائیل اسلحه بگیریم با محور مقاومت بجنگیم نه اینکه عاشق چشم ابرو اسرائیلی باشیم حاضریم به خاطر که به ما پاسپورت اسرائیلی بدن بریم در ارتش اسرائیل بجنگیم و این وضعیتی که مملکتی درست کردی که مردم ایران حاضرن به خاطر گرفتن پاسپورت اسرائیل برن در ارتش اسرائیل این واقعیت هست بعد شما نشستید به هم میگید که آقا معاجرت معکوس واقعیت بچه هزباللهی اینه اینی که من دارم بهت نشون میدم